بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مریم قربانی هستم، متولد سال 56 و حالا که در این نقطه از زندگیم قرار گرفتم متوجه شدم که 2 ساله که به دنیا آمدم و متولد شدم. من احساس میکنم که رنج در زندگی نعمت خیلی بزرگیه، به جهت اینکه انسان خیلی قوی میکنه، انسان بی نهایت بزرگ میکنه. مادر من به دلیل اینکه مشکلات آسیب مغزی براش پیش اومده بود، فلج مغزی شده بود و تا 2 سال 3 سال تو بیمارستان فلج بود و پدر من باید یه همسر دیگر رو اختیار میکرد و همسر دیگر رو گرفت، از اونجا مشکلات برای من یعنی از بچگی استارت خورده. از 2 سالگی تو سن 17 سالگی هم ازدواج کردم، به جهت اینکه دلم میخواست خیلی زود ازدواج بکنم و از اون خونه خروج بکنم. احساس میکردم نجات من یعنی ازدواج، ولی هر دفعه تغییر و جابجایی ایجاد کردم این رنج ها و سختی ها بیشتر شدن در هر دوره از زندگی من. اون تایمی که حالا من 22 سالم بود با یه کتاب آشنا شدم، مال کتاب رمز موفقیت از آنتونی رابینز بود که حالا مثلا من اینا رو میخوندم. در همسر من کتابای منو پاره میکرد که من کتاب نخونم، یا حتی یه بورد توی خونه نصب کرده بودم که روش برنامه روزانه رو مینوشتم و بچه‌ها هم می‌خواستم که مثلا یه سری مثلا جملات انگیزشی مینوشتم، حتی اونا رو میشکست و بیرون مینداخت. میگفت دوست ندارم که مثلا اینا رو وارد مغز بچه‌ها بکنی. تا آخرین باری که در اصل این اتفاق افتاد و من طلاق سوممو انجام دادم، اتفاقی بود که تو زندگی من خیلی منو شکست. وقتی انسان به یه نقطه میرسه که احساس میکنه همه چی براش تموم شده و دیگه ادامه‌ای برای زندگی نیست، به خودش آسیب میرسونه و من این کار متاسفانه به خودم انجام دادم و خودکشی کردم، بدون توجه به اینکه 2 تا بچه دارم، بدون توجه به اینکه خب پدرم هست، مادرم هست، به هیچ چیز دیگه فکر نمی‌کردم. یعنی من شاید فکر می‌کنم یه خودخواهی احساسی بود به خاطر عشق زیادی که به همسرم داشتم. فقط اینو خاطرم میاد که تو بیمارستان یه جورایی از بدنم جدا شده بودم. اینجا رو یادم میاد که دست منو 2 نفر گرفته بودن و میکشوندن روی یه قبرهایی که همش حالت خاک بود، شن مانند بودن. یه جایی بود که حالت خیلی حالت خاکستر زغال دیدین وقتی هوا میره، یه دود خاکستری و یه فکر کنه قهوه‌ای، مثلا خاک، گرد و خاک به اضافه خاکستری، همش به هم مخلوط. تمام محیط اون شکلی بود، یعنی از دیوارها، از سقف، از زمین، همه به همین شکل بودن. من رو این قبرها میکشوندم و این قبرها تا بی نهایت بودن، که قبرهایی بودن که فقط با خاک و شن ساخته شده بودن و وقتی که من رد میشدم، نه فقط از روی اون قبر خراب بشه، کل اون قبرها خراب میشدن و من که رد میشدم اونها دوباره سالم سر جاشون چیده میشدن. و من این سوال رو میپرسیدم که اینا چرا اینجوری، قبرشون چرا اسم ندارن، چرا سنگ ندارن؟ بعد میگفتن اینا تمام کسایی که خودکشی کردن و توی وادی بمونن تا در از اون سنی که باید بمیرن تموم بشه و از یه در عبور کنن. یه در بزرگ بود که من بعد از اون در رد می شدم که اون در بسته شد و من برگشتم. اینها گذشت و من تا مادامی که حالا خوب شدم کلا رفتم و توافقی جدا شدم از همسرم و من با دستای خالی اومدم که یه زندگی جدیدی رو آغاز بکنم و وارد یه اجتماع دیگه شدم. برای خودم یه خونه گرفتم و دوستای دیگه پیدا کردم. حالا شما فکر کن وقتی که وارد یه اجتماع جدیدی میشی و دوستای جدیدی میان وارد زندگیت میشن، من کم کم وارد وادی حال هوای اونا شدم. یه کم کم مهمونی ها شروع شد، پارتی ها شروع شد و من سعی کردم، و من شاید به خاطر رنج های زیادی بود، نمیدونم، احساس میکردم که باید با یه چیزی خودم سرگرم بکنم. یعنی احساس میکردم دنیا دیگه سرگرمی، یعنی باید خودم سرگرم بکنم. و بچه ها مثلا شمال میرفتیم، این ور میرفتیم، کلن از اون سیستمی که من بودم کلن خروج کردم و وارد یه دنیای دیگه شدم که اصلا احساس میکردم صبح تا شب زندگی بعد همینه. من چقدر حالا اشتباه کردم که مثلا این مدلی زندگی نکرده بودم. یه چیزی در درون من بود که منو برمیگردون دوباره میرفتم، یعنی توی حالت دوگانگی قرار گرفته بودم که نمیدونستم این مسیر درسته یا این مسیر درسته و کاملا گیج شده بودم و چون تنها بودم و کسی رو نداشتم، هی با اینا دوباره من جوین می‌شدم به جهت اینکه مثلا سرگرم بشم، تنهاییمو پر کنم، چون صبح تا شب، شب تا صبح تنها بودم. این شکلی بود.
یه روزی رفتم، دوستم گفتش که بیا سمت اینا، مثلا یه جایی بودن که انگار ته ترافیکی بود، من نمیتونستم ماشین ببرم، بعد با مترو میرفتم. من سوار مترو شدم، یه بیلبورد خیلی بزرگ زده بودن توی مترو که زده بود در مورد روز عرفه بود، مثلا چرا همه چیزو از انسان‌ها می‌خواید، مثلا از خدای مهربان بخواید، مثلا به شما مثلا میده. بودم اونجا این تلنگره به من خورد، من اومدم رفتم امامزاده ساله، گفتم من روز عرفه میرم امامزاده ساله. وقتی که وارد شدم تازه اونجا من گیر دادن که ساق دستتو بپوش و پاچه شلوارتو بیار پایین و اجازه ندادن من وارد شم. رفتم داخل بازارچه خرید کردم، یه ساقایی رو خریدم به دستم کردم و به پام کردم که اجازه بدن من ورود کنم به امامزاده ساله. دستکش خریدم، به حال خودم تجهیز کردم و دوباره رفتم. این مقدار رو مانتوم گیر دادن که چرا دکمه نداره، دکمه‌ش رو بعد ببندی فلان، و من تصمیم گرفته بودم که حتما برم. و یادم رفتم این مانتوی جلو بستم خریدم، یه مانتوی جلو بستم از باستاج قائم خریدم پوشیدم و دوباره رفتم امامزاده ساله. توی حالا خیلی شلوغ بود چون روز عرفه بود، منم دعای عرفه رو گوش کردم، یه نماز خوندم و آخرش شد به یه قسمتی که حالا مثلا همه حاجتی بخوان یا مثلا چیزی بخوان از خدا. گفتم ای خدای مهربون به من یه خانواده بده، من ازدواج کنم، غذا درست کنم، خانواده داشته باشم. دلم خواست خانواده داشته باشم. اومدم بیرون، اون چادر که تن من بود توی امامزاده ساله خیلی حس قشنگی داشت. من احساس میکردم که توی جای امنیم، هم زیر همون چادر من توی جای امن بودم. چادر رو تحویل دادم، احساس کردم یه چیز امنیت نیست. خیلی حس بدی داشتم، چرا من این لباسا رو پوشیدم؟ وقتی چادر رو تنم در آوردم اینو قشنگ حس کردم. باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم، تو در من، از من به من نزدیکتر تو، از تو به تو نزدیکتر من. شب من یه خواب دیدم که دم یه حوضی هستی که حضرت خضر اونجا نشسته بود و انسان‌های مثلا همه انسان‌ها احرام شده بودن، ولی من هیچ لباسی تنم نبود، هیچ پوششی نداشتم. به من میگفت دخترم بیا وارد این حوض شو و یه قصد کن و تو هم برو لباس احرامت تحویل بگیر. یعنی این کار بعد انجام میدادی و من امتناع کردم از این کار، حتی توی خواب مثلا انجامش ندادم، نرفتم این کار انجام بدم. یعنی یک هفته گذشت از این موضوع، دوباره احساس پوچی اومد سراغم، دوستم من نگه دادم بیاین مثلا بریم مسافرت و بریم فلانجا و بیستار. من رفتم، ما با هم رفتیم یه دبی و برگشتیم و بعد از اینکه برگشتیم دوستم به من زنگ زد که مریم جان یه نفر هست و میخواد ازدواج بکنه، قصد داره ازدواج بکنه، چون این گفتی میخوام ازدواج بکنم. منم گفتم که آره، دیگه من خواسته داره و ازدواج کردیم. باز هم تصمیمای من تصمیمایی بود که تصمیمایی خیلی درست نبود، چون مسیر رو نمیدونستم. یعنی اومدم گفتم من میرم بشم مربی یوگا که آرامش پیدا بکنم، مثلا از این مسیر مثلا آرامش پیدا بکنم. همش صبح شب دنبال مدیتیشن رو نمیدونم، یوگا رو نمیدونم، کانالای متافیزیک رو نمیدونم، عرفان و این چیزها بودن. یه روز که داشتم مدیتیشن میکردم یه دفعه یه فایلی برای من توی واتساپ هم اومد که دیدم زده استغفارنامه امیرالمومنین. عصر غروب بود مثلا میومد که وقت اذان باشه، اون موقع من هنوز تو خونه من نه اذانی پخش میشد نه من اذانی گوش میکردم، ماهواره 24 ساعت روشن بود، موزیک گوش میکردم، یعنی کلا این شکلی بود. بیام باورتون نمیشه سالهاست صدای اذان رو نشنیدم. اومدم استغفارنامه رو باز کردم، دو تا فراز اولش رو خوندم، فراز سوم رو خوندم، با خودم گفتم اینا امامای معصومن، انقدر معصومن که مثلا اینجوری استغفار میکنن، بعد من کیم مثلا انقدر خودم رو مثلا فکر میکنم آدم خوبیم. اونجا فهمیدم که من چقدر آدم پستیم، چقدر آدم حقیریم. یه حسی به من میگفت به جای اینکه بیای مدیتیشن بکنی بیا نماز بخون. چرا نماز نمیخونی؟ اومدم یه دو رکعت نماز خوندم و دیدم نه، نمیتونم اصلا باشه ارتباط برقرار کنم. تون تایم پدرم هم تصادف کرد، متاسفانه 40 روز تو کما بود و بعد هم فوت شدم. وقتی که فوت شدم من
خیلی حال بدشم، چون پدر من برای من هم مادر بود، هم پدر بود، هم دوست بود، همه چیز بود، چون از بچگی علاقه خیلی خاصی به پدرم داشتم. ولی خب پدرم فوت شد و اومد به خواب من و از من خواست که نماز بخونم. گفتم بدش کن، من اینو نمیخونم، من همجور مدیتیشن میکنم، بعد استغفارنامه رو میخونم. همجور خوابیده بودم، یه فایل برای من خواهرم فرستاد. این فایل رو که باز کردم، یه صحبتی در مورد حال انسان ها، در مورد درون انسان ها، در مورد اینکه شیطان چجوری تو رو گول میزنه، در مورد اینکه شیطان چجوری به تو حمله میکنه، چجوری تو رو از مسیر خودت خارج میکنه و تو فکر میکنه حقه، یعنی شیطان در ورود کرده به تو و تو اینو نمیتونی بفهمی. ولی خب همون یه دونه فایل بیشتر نبود و من پیدا نکردم سرمنشه اون فایل. تا یه روزی توی تلگرام همینجوری میگشتم، دیدم دوباره یه فایل از یه شماره ناشناس برای من اومد که یه لینک هم زیرش بود. بازش کردم، دیدم صدای همون در از استادیه که اون فایل های شیطان در از شناخت شیطان شناسی رو من گوش کرده بودم. زدم رفتم وارد فایل شدم و تنها چیزی که اون موقع سرچ کردم هشتگ شیطان شناسی رو دادم، دیدم اوه یه عالمه فایل داره. باز کردم و شروع کردم گوش کردن. هر چقدر که من اینا رو گوش میکردم بیشتر حالم بد میشد، چون فهمیده بودم چقدر گول خوردم. با خودم اومدم عهد کردم که تو بیا نماز شروع بکن، چون یادم یه تو گفته بود شما نماز شروع بکنید تا 40 روز که بخونی، بعد از 40 روز دیگه دوست نداری که ترک بکنی. گفتم با خودم عهد هستم این 40 روز بخونم. نماز من شاید 5 دقیقه میشد که میخوندم، نه قنوت داشت، نه تشهد، نه تسبیحات حضرت زهرا داشت. بعد فهمیدم تسبیحات حضرت زهرا چقدر قشنگه و کم کم اینا اضافه شد. الان به جایی رسیدم که من نمازهای من مثلا اگه 8 شب اذان میگه، من 9 شب نمازم تموم میشه، 10 شب نمازم تموم میشه. قرآنی که من سالها فقط برای سر میز سال تحویلم ازش استفاده میکردم، الان شده دوست من و خواسته های من از حق خدا تغییر کرده. یعنی شاید همیشه مادیات میخواستم، تو این 2 سال هرگز مادیات نخواستم، همیشه آگاهی خواستم، همیشه نور خواستم، همیشه حکمت خواستم، همیشه دلم خواسته که به سطح بالاتری از آگاهی برسم. چون من مطمئنم که پله های خیلی فراتر از این وجود داره برای تعالی پیدا کردن، برای آگاهی پیدا کردن، به جهت اینکه من فهمیدم این دنیا دقیقاً شبیه در اصل یه رحم زمانی هستش که ما توش قرار آموزش ببینیم، تکامل پیدا بکنیم، تعالی پیدا بکنیم. و استاد به من توضیح میدادن که این بعدها که ما در اصل بعد حیوانی هستیم، نباتی هستیم، گیاهی هستیم، ارزم به حضورتون بعد عقلی و فراعقلی هست. و من همیشه فهمیدم که من فقط در بعد حیوانی قرار داشتم و چون استاد منو برگردون به زندگی و منو برگردون به اون تولدی که اول برنامه حرفشو زدم و اون متولد شدنه، وقتی که منو با خانواده آسمانی آشنا کردم و فهمیدم که من مادر من فاطمه زهراست، نمیدونم پدر من حضرت علیه و من هیچ وقت اینا رو هیچ وقت نمیدیدم و من همیشه وقت فکر پدرم رو دست دادم، احساس کردم که دیگه همه چی برای من تموم شده. یعنی دیگه هیچ کسی نیست که من اسمشو پدر بذارم، هیچ کسی نیست که من اسمشو مادر بذارم، به جهتی که خب من مامانم هم از 2 سالگی نبود. همیشه این رنجه در درون من بود. تولد من در اصل با این پدر آغاز شده، چون صدای اون بود که منو آورد به این مسیر. مثلا دیروز استاد یه وایس پر کرده بودن در مورد امام زمان بود که مثلا حالا اونی که یتیمه با یه قضا سیر میشه، ولی اونی که یتیمه از نظر فرهنگیه و نمیشناسه خانواده آسمان شد، نمیشه امام زمانشو، شما چرا از این مسیر کمک بکنید؟ و من این فایل برای چندین نفر فرستادم و خودم این کار اول انجام میدم و به اونها، حالا شاید خیلی کم باشه مقدارش، ولی از قلبم اونو انجام میدم و میگم خدایا من شرمنده، من ببخش که من یه زمانی این همه پول رو هزینه میکردم برای موهام، برای ناخونم، و امروز پول ندارم برای ما کمک بکنم.
با همه مبلغی کم از من بپذیر. خیلی دلم بخواد کاری کنم، خیلی دلم بخواد کاری کنم، ولی نمیتونم. من با همه بودم ولی با تو ننشستم. من ناکر پستم تو نمرمی حق استاد خیلی در مورد امام زمان صحبت میکنه. تو برای امام زمان چی کار کردی؟ من یه پیج اینستاگرام داشتم که تو این پیج تمام مهمونی ها، تمام پارتی ها، عکسام همه رو گذاشته بودم. دارم این وقت پا کنم. بعد یه روزی دیگه پا گذاشتم رو دلم، این پیج رو کلن پاک کردم و یه پیج زدم به عشق امام زمان. یعنی فقط به خاطر امام زمان یه پیج زدم و شروع کردم توش در از مطالب گذاشتم. یه روز توی کانال استاد بودم که یه اطلاعیه اومد که شما اگه میخواین میتونین بیاین وارد این بچه ها مثلا این گروه بشین و مثلا به این بچه ها کمک بکنین. برای سپاه سایبری بود. خب منم خیلی دلم میخواست که چون من یه آدم خیلی اکتیوی بودم، خیلی اکتیو بودم، دلم خواست یه کار خیلی بزرگ انجام بدم، دلم خواست که کاری باشه که هیجان توش باشه، که دیگه بعد وارد این شبکه شدم و دیگه با اینها اخت شدم. اینقدر دلم میخواد یه روزی برسه با اینها یه سفر مذهبی برم که امسال نذر کربلا برم، چون خیلی دلم میخواد پیاده روی کنم برای کربلا، چون میدونم پیاده روی کربلا باز منو پاکتر میکنه، باز اون گناه من خیلی گناه کرده. من ازت حاجتمو میگیرم، بین قلب من و تو آشوراست. اگه جایی توی دنیا باشه واسه درمونه یه عالم اینجاست. بعد از این همه تجربه هایی که داشتم و حالا که حال دل من انقدر قشنگ شده، آرزو میکنم برای همه انسان ها که این حال خوب تجربه بکنید. منجیه بدتر از اینا بودی، واسه تو حاجت من چیه؟